دهم هر ماه شبکه امام حسین یک قرعه کشی انجام میده و یک کمک هزینه سفر عطوات عالیات رو هدیه میکنه به کسی. میخوایم بریم سراغ برنده خوش شانس کربلای معلم. میخواستم خدمتتون تبریک عرض کنم، شما برنده این ماه کربلای معلم. با هم همراه شیم و ببینیم امام حسین علیه السلام به یا حسین چه بزرگواری لبیک گفتن و براش کارت دعوت فرستادن، تا اینکه ان شاء الله از طرف همه خانواده حسینی نائب الزیاره باشه. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. به لطف خدا قرعه کشی ماه جمادی الاول هم انجام شد و انشاءالله میخواییم با هم همراه بشیم تا ببینیم چه بزرگواری از طرف همه ما نائب و زیاره میشن برای عتبات عالیات. با ما همراه باشیم. آقا سلام، خوب هستین انشاءالله؟ متشکرم. سلامتین شما. من از شبکه جهانی امام حسین تماس میگیرم خدمتون. سلامت باشین انشاءالله. بزرگواری میکنین خودتون رو برای من معرفی بفرمایید. جناب آقای غلام رضای اکبری. جناب اکبری، طبق سرچی که ما انجام دادیم تلفن شما به عنوان خانواده حسینی جزو سیستم شبکه جهانی امام حسین سیف شده و به لطف خدا شما کمک کردیم به شبکه امام حسین. سلامت باشین انشاءالله. میخواستم ببینم که شما چه مدته که دارید کمک میکنید به شبکه امام حسین؟ یک سال هستش که شما مداوم دارید کمک میکنید. درست. بعد اگر اطلاع داشته باشید، کسایی که جزو خانواده حسینی میشن، ما 18 هر ماه قمری به قید قرعه یک نفر انتخاب میشه و نائب الزیاره میشه به سفر کربلا. بله. میخواستم خدمتتون تبریک عرض کنم و اینکه در ماه جمادی الاول شما انتخاب شدید به عنوان اینکه نائب الزیاره همه شیعیان جهان مخصوصا خانواده حسینی باشید. سلامت باشین انشالله. اگر امکان داشته باشه براتون، بچه های شبکه باهاتون تماس میگیرن و انشالله هماهنگی ها انجام میشه که ما برسیم خدمتتون، از نزدیک یک تصویری از شما داشته باشیم برای بیننده های عزیز. سلامت باشه انشالله. ممنون شما هستم. امری فرمایشی ندارید؟ خدا انشالله خیرتون بده. قربان شما. خدا نگهدارتون. سلامت باشید. و اما برای اون دست از بینندگان عزیزی که بیننده شبکه جهانی امام حسین علیه السلام هستن ولی هنوز عضو خانواده حسینی نشدن، عرض کنم شما فقط کافی عبارت لبیک یا حسین رو به شماره تلفن هایی که زیر گیرنده های تصویریتون مشاهده می کنید پیامک کنید و انشالله با اولین کمکی که به شبکه جهانی امام حسین علیه السلام انجام بدید جزو لیست قرعه کشی ما قرار خواهید گرفت. شما با امام حسین معامله‌ای بکنید، اون میزان از درآمدی که دارید و یه قسمت خیلی کوچیکشو برای ترویج فرهنگ حسینی هزینه کنید و انشاءالله که نفر بعدی برنده ما یکی از شما بزرگواران باشه. الحمدلله ما تونستیم با این بزرگوار ارتباط برقرار کنیم. انشاءالله به کمک شما به بدرقه این بزرگوار میریم و انشاءالله نزدیک برای شما تصویر میگیریم. همراه ما باشید. با ادامه برنامه قرعه بهشتی در خدمت شما عزیزان و خوبان هستیم. در منطقه نیروهوایی تهران خدمت خانواده محترم حاج غلام رضای اکبری رسیدیم. جناب اکبری سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنونم از اینکه پذیرای خانواده بزرگ شبکه جهانی امام حسین شدیم و پذیرای ما شدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه دستان لایکارن شبکه امام حسین علیه السلام. در خدمت هست. سلامت باشین انشالله. جناب اکبری زحمت میکشین خودتون برای ما معرفی بفرمایید. غلام رضا اکبری، 44 سال
سنن هستش. مدعو شورای اعلی بیت هستم و از خانواده روحانی. جناب آقای اکبری بفرمایید که شغل شما چیه؟ پیشکار ساختمان هستم و 30 سال هستی در این کار مشغول هستم. درسته. بعد چی شد که اومدید تهران؟ احساس نمی‌کنید که اگر همون شهرستان خودتون میموندین با اینکه مدعی میکنید اونجا خیلی بهتر بود، خیلی بیشتر میتونستید کمک همشهریاتون بکنید، شاید خیلی به شما بیشتر احتیاج داشتن؟ ما از بچگی تو تهران بودیم. بعدم بودیم اونجا هم مدرسه میباشه میریم و شرکت میکنیم. و من از بچگی علاقه داشتم به مدعی. مدت 3 سال است که رفتم تو این والی و خود توفیق داد که مشغول هست. درسته. یعنی شما اصلا تهران بزرگ شدید؟ بله. بله. خدا ایشالله حفظتون کنه. جناب آقای اکبری بفرمایید که چی شد اصلا شما با شبکه جهانی امام حسین آشنا شدید و اینکه امام حسین لطف کرد بهتون و عضو خانواده حسینی شدید؟ من قبلا این شبکه رو دیده بودم و خیلی علاقمند بودم که خودم داشته باشم این شبکه رو. این بود که خود توفیق داشت بتونیم از این شبکه استفاده کنیم و بهره ببریم. جناب اکبری فرمودید که شغل شما جوشکاریه، چی شد که تصمیم گرفتین این درآمد رو بیاید خرج امام حسین کنید، صرف ترویج فرهنگ حسینی کنید؟ من عاشق این کار هستم. وقتی اون پیامک لبیک حسین رو دیدم لبیک گفتیم و خود توفیق داد که بتونیم در واقع یه کمکی به ما میشه، من اینجوری احساس میکنم که یه برکتی وارد زندگی ما شده. الحمدلله. خدا ان این توفیق رو هیچ وقت ازتون نگیره. جناب اکبری شما تا حالا مشرف شدید کربلا؟ بله، خود توفیق داد. 3 مرتبه رفتیم به اتفاق بچه های مدعا رفتیم و واقعا اونجا به شروع حالی داشته بخاطر اینکه خود توفیق میده جایی هم زمزمهی بالاخره داشت. الحمدلله. پس شما جای جای کربلا بالاخره مدعایی کردید و با دوستاتون یه صفایی کردید؟ بله، حقیقتا اول مرتبه گرفتیم احساس میکردیم واقعا همین دیروز اتفاق افتاده و اون تازگیش همیشه برای من هست و هر موقع میریم شاید جای جایی کربلا در خیمه‌گاه، در قتلگاه، مقام حضرت علی اکبر و جای جایی کربلا رفتیم و مدعی کردیم. درست دارم. میگن یه خیابون بهشتی اسمش بین الحرمینه، هر کجاش که پا میذاری جا قدمهای حسینه. جناب آقای اکبری داخل کربلا با کجاها بیشتر ارتباط برقرار کردید؟ بالاخره شما بین الحرمین رفتید، حرم ارباب رفتید، حرم قمر منیر بنی هاشم رفتید، قتلگاه رفتید، خیمه‌گاه رفتید، کجا بیشتر ارتباط برقرار کردید؟ کجا بیشتر روتون تأثیر گذاشت؟ مثلا حرم امام حسین که مثل یک بهشت هست برای انسان و حرم اول پس که واقعا انسان اول بخواد به زیارت لازمه که باید آقا اول پس لباس اجازه بگیره و بره به زیارت آقای امام حسین. حقیقتا من همه جاشو دوست دارم، خیمه‌گاه، قتلگاه و همه جاشو. درست. ایشالله که تشرفتون به کربلا ادامه داشته باشه و ایشالله هیچ وقت قطع نشه. خدا توفیق بده به همه شیعه. آقای اکبری رابطه شما با امام حسین چجوریه؟ امام حسین کجای زندگی شما قرار داره؟ فقط اینو میتونم بگم که اگر حسین پذیرت مرا به نوکریش، خدا به هیچ عذابی مبتلا نکند. آیا شده که توی ارتباطتون با امام حسین یه اتفاقی بیفته که ببینید امام حسین رو نزدیک لمسشون کردی؟ حقیقتا من کوچیک‌تر از اونم که بخوام بگم خواب امام حسین دیدم، ولی حقیقتا 2-3 بار این اتفاق افتاده. و چند سال پیش که همون منطقه خودمون رفته بودیم برای مراسم تاسوع عاشورا، اون سال یه حال عجیبی به من دست داده بود. قرار تو عزاداری اینا شبش روی اون صحنه کربلا رو در خواب دیدم. یکی به من میگفتش که یه امام حسین یاری کن. حالا دقیقا دو خاطرم نیست که در ادامه چه اتفاق افتاد، ولی یه همچه خوابی من دیده بودم چند سال قبل. درسته. باز الحمدلله بی ربط هم نیست. شما اگر اون روز نبودید امام حسین رو یاری کنید، حداقل الان دارید کسایی که میتونن ترویج بدن فرهنگ حسینی رو یاری میکنید.
انشاءالله که بتونیم فی مسیر باشیم و به نوکری اهل بیت ادامه بدیم انشاءالله. حاج آقای اکبری، برای ما بفرمایید که تو اطرافیانتون شده تا حالا حس کنید که یه نفر رابطهش با امام حسین زیاد شده، یا اینکه شفایی گرفته، یا اتفاقی افتاده که خب برای همه مردم اتفاق نمیفته؟ منطقه خودمون، منطقه نور، تکیه هست، تکیه سید شهدا، که خیلی اونجا شفا گرفتن و از جمله اخیراً یکی عزیزم که مردام هستن، ایشون از نایه دست مشکل داشتن و الحمدلله شفا گرفتن و الحمدلله امام حسین هستن. الحمدلله، خدا رو شکر. حاج آقای اکبری، الحمدلله به لطف امام حسین جواب نوکری شما رو دادن و اینکه دعوت نامه شما رو با امضای حضرت زهرا خدمت شما فرستادن که کمک هزینه سفر شما به عتبات عالیاته. البته ما فقط قاصد این هستیم، نه اینکه ایشالله وقتی شما مشرف شدید عتبات عالیات، قول بدید که ایشالله تو بین الحرمین برای همه ما دعا کنید، برای همه اعضای بزرگ خانواده حسینی سلام بدید و اینکه ایشالله دعا کنید که ارباب همه ما رو به طلبه. من میدونم که تک تک کسایی که الان پشت گیرنده های خودشون نشستن آرزو داشتن که جای شما بودن و ایشالله نائب الزیاره میشدن به عتبات عالیات. خدا رو شکر انشالله که قسمت همه آرزومندان بشه و بتونیم بارم شرف بشه انشالله. ایشالله قسمت همه بشه همونجور که شما فرمودید. جناب آقای اکبری، دست شما درد نکنه. ممنون از اینکه میزبانی خانواده حسینی رو قبول کردید و اینکه زحمت کشیدید از ما پذیرایی کردید. خواهش میکنم. من از شما تشکر میکنم و امیدوارم که موفق و معید باشید. بعد همینجا سلام میکنم به آقا عبدالله حسین. السلام علیک یا آقا عبدالله. من علیم که خدا قبل نما ساخت برا، جز خدا و نبی و فاطمه نشناخت مرا. من که یک بار در از قلعه خیبر کندم، داغ زهرا به خدا از نفس انداخت مرا. ای برترین هوادار، رزمنده فداکار، مکن مرا عزادار، زهرا خدا نگهدار، زهرا خدا نگهدار. صنوبری که خمیده خدا نگهدارم، خوشی ز عمر ندیده خدا نگهدارم. قرار بعدی ما کربلا زمان غروب، کنار رأس بریده خدا نگهدارم. همه بگه یا زهرا، یا زهرا. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. حسین.